کارگاه مجازی خلاقیت کاربردی توسط استاد دکتر جلیل صمد آقایی. قسمت سوم، مفهوم و تعاریف خلاقیت، نوآوری، ابتکار، ابداع و غیره. خب دوستان، شاید بهتر باشه که طبق معمول اول تعریف خلاقیت و مفهومش رو باز بکنیم، بعد ادامه بدیم مطلب. اما قبل از اینکه ما تعریفی از خلاقیت ارائه بدیم، اول باید بدونیم که اصلا وقتی میگیم تعریف منظورمون چیه، یا به عبارت دیگه تعریف چیه، تا بعد بگیم که تعریف خلاقیت آیا کامل میشه ارائه داد یا نه، آیا با ارزش هست یا نه، و بهترین تعریف رو در واقع به دست بیاریم. ما وقتی که میخوایم چی موضوعی رو، پدیده ای رو، یه حوزه مبهمی رو در واقع تعریف بکنیم، در حقیقت میخوایم دور اون موضوع یک دیواری از لغات بکشیم. همجور که میبینید این تعریف وقتی خوب است که جامع و مانع باشد. جامع بودن یعنی هیچ یک از اجزای اون مجموعه یا اون محدوده خارج از اون دیواری از لغات نباشه، و مانع بودن یعنی این که هیچ چیزی غریبه، هیچ چیزی خارج از اون موضوع داخل اون محدوده قرار نگیره. همونجور که الان توی این تصویر میبینید دو تا جزء، یکیش ستاره است، یکیش شکل مربعه. اینا یعنی این که این تعریف مانع ورود اجزای غیر مرتبط نبوده که تونستن این اجزا وارد بشن. بنابراین اگر تعریف ما تعریف جامع نباشه و مانع نباشه، تعریف کامل خوبی نیست. اما حوزه خلاقیت اینقدر پیچیده، مبهم و وسیعه که ما نمیتونیم با یک سری از لغات اونو درست محدودش بکنیم، مشخصش بکنیم، یعنی تعریف جامع و مانع ازش ارائه بدیم. صدها تعریف شده، هر کدومش هم نسبتاً درسته، ولی دقیق و کامل و جامع و مانع کمتر هست. من پیشنهادم این است که زیاد خودمونو درگیر این تعاریف نکنیم، به خصوص دوره کاربردیه. حالا کسی میخواد مقاله بنویسه، پایان نامه بنویسه، یه کار علمی میخواد بکنه، احتیاج داره به این تعاریف، ازش استفاده بکنه. اما ما در عمل خلاقیت رو میفهمیم چیه، میتونیم عرض کنم که تمرین بکنیم و ارائه بدیم و محصول جدید به دست بیاریم. با این حال برای اینکه یه عده‌ای ازمون ایراد نگیرن، یه سری از تعاریف رو میدم خدمتتون. یکی اینکه گفته خلاقیت یعنی خلق چیزی جدید و ارزشمند. یعنی تنها جدید بودن یک محصول به این معنی نیست که دقیقا خلاقیت اتفاق افتاده یا اختراع اتفاق افتاده. بایستی که اون محصول جدید، اون چیز جدید با ارزش هم باشد. خب این ظاهرا یکی از بهترین تعاریف هست، اما خود همین هم جای خیلی بحث داره. چون ارزش وقتی میگیم کی این ارزش رو تعیین میکنه؟ ببینید گالیله در زمان خودش یک چیز جدیدی رو ارائه داد و با ارزش هم بود، اما جامعه در اون زمان نتونست این ارزش رو تشخیص بده. پس اون فرد خلاق نبود گالیله؟ این که بهترین تعاریفش هست، یه همچین مباحثی توش هست با حال بقیهش که الان عرض میکنم خدمت. باز گفتن که خلاقیت یعنی فرایند تغییر، توسعه و تکامل. در سازمانبندی حیات ذهنی. یا اینکه گفتن خلاقیت یعنی دور شدن از چیزهای واضح و معمولی، یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت. همه اینها ضمن که درست هست، ولی کامل جامع و مانع نیست. خلاقیت نگاهی متفاوت به پدیده هایی که سایر مردم نیز آنها را می نگرند. خیلی خوبه،
ولی 100% نیست. حتی گفتن خلاقیت یعنی آواز خواندن با نوت‌های خیش، صحبت کردن و گوش دادن به یک گربه. توجه کنید در این حد هم می شود خلاقیت رو یک جوری تعریف کرد و رسان مفهومشو. وصف کردن دو شاخه به پریز خورشید، این هم میتونه درست باشه، ولی هر کدومشون مشکلاتی داره. خارج شدن از پشت درب‌های بسته، اما بهترینش به نظر من همون اولیه تا الان، و یکی دو تا دیگه هم هستش که بعد نیست آشنا بشید باهاش. میگه creativity یعنی ability to think and mental toolkit، یعنی اینکه توانایی فکر کردن به اضافه یک جعبه ابزار ذهنی. اولا اینجا این تینکی که میگه همین تفکر معمولی نیست، همون چیزیه که برنارد شاو میگه که کمتر کسی است که در طول سال یکی دو بار بتواند فکر بکند. این چیزی که ما اسمشو میذاریم فکر و فکر میکنیم دائم داریم فکر میکنیم، این اون فکر منظور نیست. این همون فکریه که پیامبر اکرم میگه که یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته. از اون نوع فکره. به اضافه این جعبه ابزار ذهنی که شامل ابزارهای مختلفی است، مثل آنتینکینگ، مثل از کنن ایمیجینیشن، مثل کریزیویتی که ترکیب خلاقیت و کریزی هست که دیوانگی، مثل هم برنامه های دیوانگی، خارج از منطق شدن، گاهی اوقات اشتباه عمدی کردن، اینها تو اون جعبه ابزار هست. یکی دیگه از ابزارش همون تکنیک های خلاقیته، یکی دیگهش ابزارهای کنترل توجهه که همه اینها رو تمرین میگیم، مثال میزنیم و آشنا میشید باش. بنابراین یکی از تعاریف خوب و مناسب خلاقیت میتونه این باشه، و اینکه باز اینها همه مثل همه to see the world in a different way، یعنی اینکه هر وقت شما بتونید دنیا رو به یک روش دیگری نگاه کنید، در واقع خلاق شدید، خلاقیت دارید. باز یه تعریف دیگه قشنگی که هست این است که میگه creativity is looking at ordinaries and seeing the extraordinaries، یعنی خلاقیت به معنی نگاه کردن به چیزهای معمولی است و دیدن چیزهای فوق‌العاده در همون چیزهای معمولی. قشنگ تقریبا جامعه، حالا کامل 100% عرض کردم که اصلا بس فراموش بکنیم. خب خلاقیت چیه؟ به اعتقاد عده‌ای از مردم، خلاقیت یک فرایند معنوی مرموزیه که غیر قابل توصیفه و به اعتقاد بسیاری هم دست نیافتنی. مشخص کردن خلاقیت کار ساده‌ای نیست. ما فکر می‌کنیم که خلاقیت از صفات ذاتی ماست. یا آدم‌های خلاق افرادی استثنایی هستن، یعنی کسانی که با دیگران فرق دارن و باید چیزهایی تولید کنن که عجیب باشن و نظیرش در هیچ کجا دیده نشده باشه. خلاقیت چیز ساده و ملموسی نیست که بتونیم توصیفش کنیم، چون طیف بسیار وسیعی داره. شاید فکر کنید هیچ قدرت خلاقیتی ندارید که بخواید پرورشش بدید، ولی برعکس، چون بیشتر متخصصین معتقدن که هر کس دارای یک سری خلاقیت هاست. خلاقیت یک فراینده، یک شیوه جدید نگرش و بهره‌گیری از امکانات موجوده. خب دوستان، ما تعاریف رو تقریبا آشنا شدیم، اما مفهوم خلاقیت رو کامل باز نکردیم و احتیاج داریم که بعضی از واژه‌ها رو تعاریفش رو بدونیم، چون خیلی اصطلاح هست و به کار برده میشه، اما اگر درست مفاهیم اینها رو ندونیم و مجزا نکنیم از هم دیگه، کامل بحث روشن نمیشه برام. یکی این که خلاقیت رو بس از ابتکار، از ابداع، نوآوری، اختراع، تازگی و نبوغ جدا کنیم. در ادبیات خلاقیت و کارآفرینی اینها جدا هستن و تعریف دارن. خب هر کدوم چه معنی داره؟ خلاقیت رو به طور کلی باز میتونیم اینجوری تعریف کنیم: عملیاتی یعنی فرایند ایجاد هر چیز جدیدی
ارزش که توضیحشم دادم. باز اینجا میتونیم یه مثال دیگه هم بزنیم که اگر مخترعی دستگاهی را برای چیدن میوه اختراع کرد اما بعد معلوم شود که میوه ها را له میکنه این دستگاه، آیا اون فرد خلاق یا مخترع هست یا نیست؟ یه دستگاهی درست کرده برای این که میوه ها رو بچینه اوتوماتیک. حالا این دستگاه این عیبو داره، آیا این فرد فرد خلاقی است؟ بله مسلما خلاقه. چیزی که ایجاد کرده یک چیز جدیده، اما هنوز نمیتونیم به این شخص بگیم مخترع شده، چون اون دستگاهش هنوز کامل نیست و بنابراین نمیشود، با ارزش نیست که بره ثبت اختراع بکنه بهش بگن مخترع. این در نظر داشته باشید. و اینکه ابتکار چیه؟ ابتکار یعنی فرایند ایجاد هر چیز جدیدی که قبلا وجود نداشته باشه. هر وقت شما یه همچین چیزایی دیدید یا شنیدید یا ایجاد کردید، در واقع میشه گفت شما مبتکرید یا اون افراد ابتکار کردن. فقط کافیه که قبلا وجود نداشته باشه. نوآوری یا اینویشن یعنی فرایند ایجاد هر چیز جدیدی که برای فرد، گروه، سازمان، صنعت یا اجتماع خاصی ارزش مهمی داشته باشد. ما روی نوآوری خیلی بحث خواهیم کرد و تفاوتش با خلاقیت، اما فقط الان بدونید که خلاقیت با نوآوری متفاوت است و نوآوری وقتیه که شما اون محصول یا ایده رو از ذهن و نقشه و نمونه اولیه جلوتر ببرید و تبدیلش بکنید به یک محصولی که وارد بازار میشه. یعنی هر وقت تولید کردید، عرضه کردید، میشه نوآوری. بنابراین معنیش این جمله این است که هر چیز جدیدی که برای فرد و گروه، سازمان، صنعت یا اجتماع ارزش داشته باشد، یعنی این که ارزش داشته که شما تولید کردید، ارائه کردید، عرضه کردید. در این حد فعلا کافیه. و ابداع این یه واژه‌ایه که خیلی اشتباه میشه با خلاقیت و نوآوری و باید تفکیکش کنیم. ابداع یعنی پدید آوردن چیزی از نیستی، چیزی از ناچیز. ما انسان‌ها به طور کلی نمیتونیم چیزی رو ابداع کنیم، یعنی از عدم بیافرینیم. ما میتوانیم خلاقیت داشته باشیم، نوآوری داشته باشیم، ابتکار داشته باشیم، تازگی داشته باشیم، نبوغ داشته باشیم، ولی ابداع فقط کار خداوند است. ما هر چیزی که خلق میکنیم به این شکل از عدم و نیستی نیست، از یک سری، یعنی اونهایی که دیگه خیلی فکر میکنیم از عدم و نیستی هست، از خیال هست، باز ریشه هاشو که دقت بکنیم میبینیم که از یک سری صور ذهنی و صور خیالی در ذهن ما گرفته شده که اون صور ذهنی در بیرون در عالم واقع و جهان هستی وجودی بوده هست، تبدیل شده به یک صور ذهنی در ذهن ما، با قوه خیالمون ترکیب شده و شده یک چیزی که فکر میکنیم که این اصلا کلن نبوده، ابداع شده، در حالی که ریشه اصلیش وجود داشته اما از عدم نیافریدیم. مثلا شما فکر میکنید که یک شهر خیالی یک کسی طراحی کرده، ساخته، نقشه‌شو کشیده، انواع اقسام، ولی یعنی هیچ وقت هیچ جا نبوده. پس بنابراین میگیم ابداعه. میگیم نخه، شما اگه دقت بکنید اون شهر خیالی از یک اجزایش شکل گرفته، اون اجزا مثلا یک نوع درخت خاصیه، پس درخت بوده، یعنی صورت ذهنی درخت در ذهن شخص بوده چون درخت واقعی رو دیده، بعد یه مقدار تغییرش داده شده یک درخت خاصی، یا خیابوناش خیابونای عجیب و غریبیه که هیچ جا نبوده. به هر حال اجزای اون خیابون، خود تعریف خیابون، کلمه خیابون، شکل خیابون، اینها بوده، شما یه مقدار تو اینا دستکاری کردید،
وقتی شما میگید از عدم که هیچ یک از اینها نباشد در ذهن شما، نه تعریفی از درخت، نه درخت دیده باشید، نه هیچی، بعد وقت میگید بعد من یه همچین شهری رو ابداع کردم که امکان نداره. به طور کلی انسان نه میتونه چیزی رو از عدم بیافریند و نه میتواند چیزی رو به عدم بفرسته. اینم مهم. خب واژه بعدی اختراعه. هرگاه ایده جدیدی از ذهن بیاد روی نقشه‌ای پیاده بشه، شکلی کشته بشه براش، نقشه های فنی براش کشته بشه و یا یه نمونه ای از اون ساخته بشه، بهش پروتوتایپ میگن، یه نمونه اولیه آزمایشگاهی، اون ایده تبدیل به اختراع میشه. پس تا وقتی که در ذهن هست یک ایده است، وقتی اومد یک نمونه واقعی کوچک آزمایشی پیدا کرد میشه در واقع اختراع. ثبت که بکنید میشه اختراع، ولی به هر حال از اون حالت ذهنی که خارج شد شما بهش میگید این یک اختراع. و هر وقت که شما اون نمونه رو، اون نقشه رو پیاده کردید، محصولش کردید، تولید انبوهش کردید، یا اینکه تولید انبوه هم نکردید، یه دونه ساختید برای فروش، برای یه سفارش خاصی، یعنی عرضه کردید به بازار و یک مشتری، میشود نوآوری. اما تازگی یا نوولتی یعنی چی؟ نوولتی به معنی پدید آوردن چیز جدیدی نیست، بلکه بیشتر بعد زمان در آن مستتر است. یعنی هر چیز تازه خلاقیت نیست، اما هر خلاقیتی یک چیز تازه داره. ببینید شما هر وقت که هر جایی رو رد میشید برمیگردید، فرض بکنید یه اتاقی رو قدم میزنید میرید میاد، هر دفعه یک جوری قدم میزنید، قدماتون دقیقا مثل هم نیست، یا هر بار مسواک میزنید شما، مسواک زدنتون طرز جدیدیه، ولی این خلاقیت نیست، این تازگیه. این کارو گربم میکنه، همجور که راه میره میاد ملق هم ممکنه بزنه، تازه است اینا، ولی خلاقیت نیست. نکته بعدی و واژه بعدی کلمه نبوغه که به معنی خلاقیت ذاتی بیشتر به کار میبره. اونه هر وقت ببینیم یه بچه از همون دوران کودکی خلاقیت داره، میگیم بچه نابغه است. بیشتر در این موضوع استفاده میشه. چند تا از دوایر زیر را میتوانید در عرض 3 دقیقه به تصویر یک شی تبدیل نمایید. حالا به تصاویر زیر دقت کنید و دوباره تمرین را ادامه دهید، البته بدون استفاده از اشکال زیر. این تمرین را برای دیگران نیز مطرح کنید و بعد از دیدن تصاویر آنها مجدداً تمرین را ادامه دهید تا زمانی که حداقل 100 تصویر رسم کرده باشید. ضمناً می توانید این تمرین را با اشکال هندسی دیگر مانند لوزی، مربع یا بیزی نیز انجام دهید.